بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد درس پنجم ما در تاریخ تشریع اسلامی منابع تشریع اسلامی در دور حیات پیامبر صلی الله علیه وسلم یا در دور تشریع اسلامی در حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم حیات بود و زنده بود، تشریع اسلامی و قانونگذاری اسلامی در او وقت به وجود آمد و ما قبلا یادآور شدیم که به تکمیل هم رسید به شکل جامع و همه جانبه. حالا در این رابطه صحبت میکنیم که منابع تشریع اسلامی در این دوره چی بود، یعنی از کدام منابع و از کدام سرچشمه ها پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام استفاده میکردن و تشریع اسلامی و قانونگذاری اسلامی به وجود آمد. ما قبلا هم گفته بودیم که دو منبع اساسی در حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر تشریع اسلامی و قانونگذاری اسلامی وجود داشت. یکی وحی الهی قرآن کریم بود که از قرآن کریم استفاده میکرد و رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که آیت نازل می شد او را به صحابه کرام تشریح و تفسیر می کرد و برای اونها می رساند و بعضی وقت یک واقعه رخ می داد، پیامبر صلی الله علیه و سلم منتظر می ماند که در او رابطه قرآن کریم نازل شود. دوم مصدر یا منبع که در زمان حیات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از او به خاطر تشریع استفاده می شد سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم بود یا اجتهاد پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. وقتی که قرآن کریم نازل نمی شد و از طرف صحابه کرام یا از طرف مشرکین و یا اهل کتاب سوال مطرح می شد یا واقعی رخ می داد، پیامبر صلی الله علیه و سلم در او مسئله اجتهاد میکرد و بعد از او اجتهاد پیامبر صلی الله علیه و سلم از طرف الله تعالی تایید میشد، یا یعنی سکوت قرار میگرفت و یا ای که تایید میشد و یا اگر بالفرض مناسب نبود خداوند جل جلاله او را رد میساخت. پس منبع دوم در تشریع اسلامی در حیات پیامبر خدا اجتهاد پیامبر صلی الله علیه و سلم یا سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. در رابطه با قرآن کریم میایم و وضاحت میتیم که اول قرآن کریم را تعریف میکنیم که قرآن کریم به چی معناست و چی گونه منبع تشریع اسلامی هست و از لحاظ ای که منبع تشریع اسلامی است بعضی موضوعات مهم در رابطه با قرآن کریم را بیان میکنیم. تعریف قرآن، قرآن خو مصدر است در لغت، ما تعریف میکنیم که مصدر است و به معنای اسم فاعل، یعنی به معنای اسم مفعول است. البته که اگر قرآن کریم از قرآن گرفته شوه به معنای زم و جمع کردن است، به معنای زم و جمع کردن است در اینجا، یا جمع کننده که به معنای اسم فاعل شوه. در این یک وضاحت باید شوه که خلط نشوه موضوع، یعنی قرآن کریم مصدر است، اگر به معنای اسم فاعل از قرآن، از قرآنون گرفته شوه به معنای زم و جمع کردن است. باز این مصدر از قرآن گرفته میشه، قرآن به معنای زم و جمع کردن، یعنی قرآن کریم زم کننده و جمع کننده موضوعات مهم، یا قرآن کریم جمع کننده علوم و فنون مختلف، یا قرآن کریم جمع کننده علوم و
اموری که در کتابهای گذشته آسمانی بود، قرآن کریم همه اونها را جمع کرده. پس قرآن مصدر است، اگر از قرآن گرفته شود باز به معنای اسم فاعل هست، که اسم فاعل به معنای جمع کننده و ضم کننده هست. البته در چپتر همه قدر طولانی توضیح نشده، خلاصه گفته شده که به معنای اسم فاعل اگر باشه که قرآن کریم مصدر است، او به معنای ضم است، یعنی در او وقت از قرآن گرفته میشه. و یا به معنای اسم مفعول میایه که در این وقت قرآنون به همزه ما تلفظ میکنیم، از قرائت باز گرفته شده، از قرآن گرفته نشده، از قرأ یقرأو باز گرفته شده به معنای مقروء، یعنی خوانده شده. خوانده شده در این صورت به معنای خوانده شده استفاده و استعمال میشه. و در اصطلاح ما در عربی و در علوم القرآن خوشما خواندین که کتاب الله، یعنی قرآن کریم، کتاب الله المنزل علی محمد صلی الله علیه و سلم، المحفوظ فی الصدور، المقروء علی الألسنة، الموصول الینا، یا نقلا متواترا بلا شبهه. قرآن کریم یک کتاب هست که از طرف خداوند جل جلاله توسط جبرائیل علیه السلام به محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده. البته در 22 سال و چند ماه نازل شده و به تقاضای حکمت الهی و ضرورت مردم ای نازل شده، در مصاحف نوشته شده، در قلب مردم حفظ شده، در قلب حافظای قرآن کریم و به زبانهای مردم تلاوت شده و به شکل متواتر بدون شبهه به ما نقل شده. و یک لفظ دیگه و یا کلمه دیگر هم بعض علما اضافه میکنه که المتعبد به تلاوتهی، تلاوت او عبادت شمرده میشه، یعنی وقتی که ما تلاوت میکنیم خداوند برای ما اجر میده که به هر حرف دانی که برای ما نوشته شده میشه. و احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم در این رابطه وجود داره: من قرأ حرفا من کتاب الله کان له حسنه والحسنه بعشر امثالها، کسی که یک حرفی از قرآن کریم را بخونه یک نیکی برش نوشته میشه که یک نیکی ده برابر حساب میشه. باز پیامبر خدا میفرمایه: لا اقول الف لام میم حرف، بل الف حرف و لام حرف و میم حرف. الف حرف است و لام حرف است و میم حرف جداست. پس کسی که الف لام میم یک بار تلاوت بکنه، سی نیکی را خداوند برش میده. پس قرآن کریم کتاب هست که جنیات هم او را شنیده و بر جنیات هم تلاوت شده و اونها از او تعجب کرده و اونها در قرآن کریم از اونها حکایت شده که ما قرآن را به شکل تعجب، یعنی یک کتاب بسیار زیبا شنیدیم. اینا سمعنا قرآنا عجبا، ما قرآن کریم را یک کتاب تعجب آور شنیدیم. و در او همه چیز راست است و به کسی که به او عمل میکنه خداوند برای او اجر و ثواب میده، و کسی که به او فیصله میکنه خدا او عادل است، و کسی که به او سوی او دعوت میکنه او واقعا به راه مستقیم رفته، و کسی که به او اعتماد میکنه او راه درست را انتخاب کرده. پس این کتاب الله تعالی هست و قرآن کریم تعریف قرآن کریم است. حالا میایم نزول قرآن کریم، چی گونه قرآن کریم نازل شده؟ این خو واضح است و روشن است، انشاءالله خلاصه میگیم که در ماه مبارک رمضان در شب 17 سال 41 میلاد پیامبر صلی الله علیه و سلم بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم در غار حرا بود و قرآن کریم بالایش توسط فرشته مقرب و امین که جبرئیل علیه السلام بود، این آیات ها نازل شد که اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. این سلسله آغاز شد و تا روز نهم ذوالحجه، روز حج اکبر و سال 10 هجری ادامه پیدا کرد. و در این وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم عمر مبارکشان 63 سال بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم به این عمر رسیده بود. آخرین آیاتی که نازل شد، بعضی علما گفته الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز دین تکمیل شد و به شما نعمت را ما تمام کردیم و دین اسلام را برای شما انتخاب کردیم. بعضی علما میگه که
ای آیت آخرین آیت است که واتقوا یوما ترجعون فیه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. یاد کنین و بترسین از او روزی که شما به الله تعالی مراجعه میکنین، یعنی به الله تعالی میرین و به بازگشت شما به طرف الله میشه. در او روز ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، به هر نفس همون چیزی که انجام داده او برشان داده میشه، پوره پوره داده میشه و به اونها بالای اونها ظلم نمیشه. و سوره مکملی که نازل شده سوره نصر است و تقریبا مجموعه زمانی که قرآن کریم در او نازل شده 22 سال و 2 ماه و 22 روز هست که این قرآن کریم در این مدت نازل شده. به شکل تدریجی قرآن کریم در این زمان نازل شده، یعنی به یک بار نازل نشده بلکه در امی 22 سال و 2 ماه و 22 روز قرآن کریم تکمیل شده. البته مراحل نزول قرآن کریم یا عهد نزول قرآن کریم به دو عهد یا به دو مرحله ما تقسیم میکنیم که یک مرحله مکی یا عهد مکی بود که در این وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه زندگی میکرد. مجموعه از زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از نزول قرآن کریم در مکه مکرمه 12 سال و 5 ماه و 13 روز بود که از 17 ماه مبارک رمضان سال 41 میلاد حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم آغاز شده الى اول ربیع الاول سال 54 میلاد پیامبر صلی الله علیه و سلم ادامه پیدا کرد. این بخش و آیاتی که در این زمان نازل شده و سوره هایی که در این زمان از قرآن کریم نازل شده ایرا آیت ها یا سوره های مکی نامیده میشه و قبلا هم یادآور شدیم که در این آیت ها و سوره ها موضوعات توحید و موضوعات یکتاپرستی و موضوعات مهم عقیده بیان میشد. و عهد دوم یا مرحله دوم مرحله مدنی بود که از زمان اقامت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره آغاز میشه که مدت او تقریبا 9 سال و 9 ماه و 9 روز. علما گفته که در امی وقت قرآن کریم در مدینه منوره نازل شد که از اول ربیع الاول سال 54 میلادی میلاد پیامبر صلی الله علیه و سلم شروع میشه تا 9 ذوالحجه حرام سال 63 میلاد پیامبر صلی الله علیه و سلم دوام میکنه که با ربیع الاول سال 11 هجرت مصادفت میکنه یا برابر است. در این بخش آیاتی که نازل شده و سوره هایی که نازل شده از قرآن کریم ایرا سوره ها یا آیت های مدنی ما گفته میتونیم و بیشترین موضوعات این مرحله یا این عهد موضوعات احکام بود که به پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شد و صحابه کرام او را دریافت کرد و او را گرفت. چگونه قرآن کریم نازل می شد؟ چگونه قرآن کریم به پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل می شد؟ قرآن کریم یا انزال یا نزول قرآن کریم که انزل القرآن در قرآن کریم ذکر شده به معنای از بالا به پایین یک چیزی آمدن و جا دادن معنا می ده، یعنی که یک چیزی که از بالا به پایین بیاید و در اونجا جای بگیره ایرا انزال گفته میشه. پس قرآن کریم به لفظ انزال ذکر شده که به شکل تدریجی قرآن کریم نازل شده، یعنی به لفظ نزول هم ذکر شده که او در علوم القرآن بیان شده و در جایی که نزول نزله آمده غیر مشدد او به معنای یک بار نازل شدن است که از لوح محفوظ به آسمان دنیا نازل شده. و انزال یا تنزیل که ذکر شده در قرآن کریم او به معنای تنزیل که ذکر شده او به معنای بار بار نازل شدن یا به تدریج نازل شدن معنا میده. پس در اینجا یک وضاحت شوه که به معنای انزال ای به معنای یک بار نازل شدن است و تنزیل که در جای ذکر شده
به معنای باربار یا به تدریج نازل شدن است. در رابطه به این که قرآن کریم لفظ و معنا از طرف خداوند است، یا تنها لفظ از طرف خداوند است و معنا از طرف محمد صلی الله علیه و سلم است، یا لفظ از طرف الله تعالی است، معنا از طرف الله تعالی است و الفاظ از جبرئیل علیه السلام است، سه نظر وجود داره. نظر اول این است که قرآن کریم توسط جبرئیل علیه السلام لفظ و معنا از طرف الله تعالی گرفته و لفظ و معنای قرآن کریم را از لوح محفوظ که گرفته و پیامبر صلی الله علیه و سلم آورده. پس لفظ و معنای قرآن کریم از طرف الله تعالی هست. نظر دوم این است که جبرئیل علیه السلام معنی قرآن کریم را آورده، از الله تعالی معنا و مفهوم را گرفته و او معنا و مفهوم را به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته و پیامبر صلی الله علیه و سلم او را به الفاظ خود تعبیر کرده. و این نظریه کسانی که ادعا میکنه که قرآن کریم معنایش از طرف الله تعالی هست و الفاظش از طرف رسول صلی الله علیه و سلم گفته شده، اینها این آیت را به حیث دلیل میاره و استدلال میکنه. نزل به روح الامین علی قلبک لتكون من المنذرین. نزل به روح الامین، قرآن کریم کتابی است که به او روح الامین نازل شده، به قلب تو نازل کرده، لتكون من المنذرین، به خاطر که تو انذار دهنده یا بیم دهنده باشی و دعوت کننده باشی. پس به قلب پیامبر خدا نازل شده، مفهوم و معنا و الهام شده، یا به این شکل اینها استدلال میکنه. و باز بعد از او پیامبر صلی الله علیه و سلم الفاظ را به الفاظ خود قرآن کریم را بیان کرده. در این رابطه موضوعات دیگه هم است که اینجا ما خلاصه بیان میکنیم و به تفصیلات نمیریم که چرا به قلب پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده. حکمت های زیادی داره، ان شاء الله کسی که وقت داره در علوم القرآن میتونه مطالعه بکنه. نظریه سوم ای است که جبرئیل علیه السلام معنای قرآن کریم را گرفته و به الفاظ خود او را به پیامبر صلی الله علیه و سلم القا کرده و گفته و داده به پیامبر صلی الله علیه و سلم، و امو الفاظ جبرئیل علیه السلام را پیامبر صلی الله علیه و سلم برای مردم و صحابه کرام گفته. اما نظریه اول که قرآن کریم لفظ و معنا از طرف الله تعالی است، نظریه قوی هست. به خاطر قوی هست و به خاطر درست است، چرا که اگر الفاظ از طرف پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشه، بازی قرآن کریم از تغییر و تبدیل محفوظ شده نمیتونه، یا اگر از طرف جبرئیل علیه السلام باشه، ای باز از تغییر و تبدیل محفوظ نمیشه، چرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم میتونه یک وقت او را به یک الفاظ تعبیر بکنه و یک وقت به الفاظ دیگه تعبیر بکنه، پس الفاظ او تغییر خورده میتونه. و موضوع دوم که ما این نظر رقبی میدانیم، قرآن متعبد به تلاوت است. متعبد به تلاوت چی معنا؟ که به تلاوت او خداوند برای ما اجر میده. و او وقت متعبد به تلاوت میشه که کلام خدا باشه، یعنی از لفظ و معنا هر دو از طرف خداوند جل جلاله باشه، در اون صورت این متعبد به تلاوت هست. و دلیل سوم ای است که قرآن کریم معجز است. معجز به این معنا که دیگرا نمیتونه مانند قرآن کریم، یک انسان نمیتونه که الفاظی که قرآن کریم به او بیان شده از طرف خداوند او را جور بکنه، و کسی نمیتونه مانند الفاظ قرآن کریم و ترکیب قرآن کریم و ترتیب قرآن کریم از لحاظ بلاغی و فصاحی، و یعنی از لحاظ بلاغت و فصاحت، از لحاظ نحوی و گرامر، به می شکل کلام را بیان بکنه. پس وقتی که اگر ای از طرف پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته شده باشه و الفاظ از پیامبر خدا باشه، پیامبر خدا انسان است و هر انسانی دیگه میتونه که این قسم الفاظ را بیان بکنه. پس به این خاطر قرآن کریم هم لفظ او و هم معنای او از طرف خداوند جل جلاله است. و این آیت هم به شکل استدلال ما گفته میتونیم که و انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، تو قرآن کریم را از طرف خداوند میگیری،
یعنی خداوند برای تو میته، هم لفظ و هم معنا ایتونیست که این قرآن کریم مفهوم و معنایش از طرف خداوند باشه و تو خودت او را بیان بکنی، بلکه کل قرآن کریم را از طرف خداوند میگیری. موضوع دیگه اسباب نزول که قرآن کریم که نازل میشد چی اسباب و عواملی بود و ای اسباب یا سبب نزول چی معنا و مفهوم داره. خلاصه اگر بگویم آن هدایات قرآن کریم که جنبه تشریعی داره، یعنی جنبه قانونی داره که در او قوانین است، احکام است و در او مسائل تشریعی و فقهی بیان شده، او احکام یا او آیات در جواب حوادث و وقایعی که در جامعه رخ میداد او آیات ها نازل میشد. یعنی حل یک واقعه، حل یک مشکل، حل یک حادثه بود که او حادثه را حل میکرد و یک حکم از طرف خداوند نازل میشد. بعضی وقت صحابه کرام سوال میکرد، او سوال ها ایجاب میکرد که یک حکم از طرف خداوند نازل شوه، پس از طرف خداوند یک آیات نازل میشد. پس این حوادث و این واقعاتی که رخ میداد و قرآن کریم به خاطر حل او واقعه و حادثه یا بیان او حادثه نازل میشد، این را سبب نزول گفته میشه. و همچنان او سوالی که از طرف صحابه کرام یا دیگه مردم از طرف پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیده میشد، در جواب او سوال که کدام آیات نازل میشد، او سوال را ما سبب نزول گفته میتونیم. و بعضی وقت بدون اسباب نزول هم قرآن کریم نازل شده، همینطور به خاطر هدایت و رهنمایی بشریت و مردم، بدون سبب نزول هم قرآن کریم نازل شده. حالا سبب نزول یا تعریف سبب نزول چی هست؟ سبب نزول که ما به شکل علمی بیان بکنیم، امام سیوطی رحمه الله، جلال الدین سیوطی رحمه الله سبب نزول را طوری تعریف کرده. سبب نزول عبارت از حادثه و رویدادی هست که آیه یا آیات همزمان با وقوعی چی میشه؟ نازل شده باشه، این حادثه رخ داده باشه و متصل یا یک چند وقت، چند ساعت یا یک روز بعد این آیت نازل شده باشه، این را ما سبب نزول گفته میتونیم. پس به توجه تعریف، به تعریف امام سیوطی که واحدی در تفسیر خود در تفسیر سوره فیل گفته که سبب نزول آیه یا سوره فیل لشکرکشی ابرهه بود، این سبب نزول شمرده نمیشه. چرا؟ واقعی فیل بسیار قبل واقع شده بود، در زمان ولادت پیامبر صلی الله علیه وسلم یا قبل از او واقع شده بود و آیت بسیار بعد نازل شده، پس او واقعه را برای ما تشریح میکنه و توضیح میده که ایتو یک واقعه رخ داده، ای را ما سبب نزول گفته نمیتونیم، چرا که متصل با واقعه و حادثه نیست. و یا ایمانند آیاتی که در رابطه با نوح علیه السلام و آیاتی که در رابطه با عاد و ثمود نازل شده، واقعات و حوادث اونها را برای ما بیان کرده، حکایات و قصه های اونها را برای ما بیان کرده. این سوره فیل هم به می شکل یک آیه است، یک سوره است که حوادث تاریخی که قبلا گذشته بود او را برای ما بیان کرده. ما نمیتونیم که سبب نزول سوره فیل را لشکرکشی ابرهه بنامیم، چرا که او واقع قبل واقع شده. یا سوره نوح که نازل شده، ما نمیتونیم که به سبب نزول سوره نوح را واقعی نوح علیه السلام یا دعوت نوح علیه السلام یا مخالفت قوم با نوح علیه السلام ای را بدانیم. پس سبب نزول به تعریف جلال الدین سیوطی یا به اساس تعریف او ای است که واقعه رخ میده و بعد از او یک آیت نازل میشه، ای را سبب نزول ما گفته میتونیم. منال قطان در کتاب خود مباحث فی علوم القرآن سبب نزول را طور تعریف کرده، حادثه و یا واقعه که رخ داده باشه و در پیوند او آیت نازل شوه، این را ما سبب نزول گفته میتونیم. این در رابطه با پیوست یا همزمان شرط نمیگذاره، اگر واقع رخ بده و کمی بعدتر آیت نازل شوه، یا
در رابطه به یک امر قبلا آیات نازل شده و او امر بازپسان واقع شوه، یعنی امر شده باشه در او که شما این کار انجام بتین و او کار پیغمبر خدا انجام بته، ایره هم ما سبب نزول گفته میتونیم. با وجودی که آیات قبل از او نازل شده اما به پیوند امو واقع هست، ما ایره سبب نزول گفته میتونیم، یعنی پیوست یا همزمان یا بعد از او آیت نازل شدن ایره شرط نگذاشته. پس ای آیت که و انذر عشیرتک الاقربین در رابطه به واقعه که پیامبر صلی الله علیه و سلم به کوه صفا بالا شد و فریاد زد و برای مردم گفت که واسباها و شما بیاین و انا لکم النذیر العریان، ما یک بیمدهنده آشکار هستم برای شما. مردم جمع شدن و باز ابو لهب برش گفت که تبا لک لهذا جمعتنا، تو به خاطر ای ما را جمع کردی. ای آیت و انذر عشیرتک الاقربین ای قبل نازل شده بود و پیامبر خدا را مأمور ساخته بود که او باید اقارب خود را و دوستای خود را و کسانی که نزدیک اونها هست در مکه مکرمه اونها را دعوت خود برسانه، و پیامبر خدا به کوه صفا رفت و این دعوت آغاز کرد. پس ما میتونیم که بگوییم رفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم یا دعوت پیامبر خدا به اقارب و دوستان خود ای سبب نزول ای آیت که و انذر عشیرتک الاقربین ما گفته میتونیم، چرا که در پیوند امو واقعه ای نازل شده. ای را سبب نزول گفته میشه که ما دو تعریف کردیم، یک تعریف امام سیوطی رحمه الله است که او باید پیوست با واقعه آیت نازل شوه، واقعه رخ بده و بعد از آیت نازل شوه. امام استاد منال قطان او گفته که نه، در پیوند یک واقعه که آیت نازل شوه اگر متصل هم نباشه یا قبل و بعد باشه مشکلی نداره، او را ما سبب نزول گفته میتونیم. موضوع دیگه که اهمیت سبب نزول است که البته وقت ما تا همینقدر به پایان رسید و انشاءالله ای را در بخش دوم درس پنجم ای را بیان میکنیم که سبب نزول چی اهمیت داره و چی ارزش داره در شناخت و معرفت احکام، که او احکام در آیات های قرآن کریم برای ما بیان شده و نازل شده. اگر ما سبب نزول را بشناسیم چی اهمیت و ارزش داره، این انشاءالله در بخش دوم درس پنجم بیان میکنیم به می اندازه کفایت میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.